بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أبو عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. همه هست آرزوگم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. همه موسم تفرج به چمن روند و سهرام، تو قدم به چشم من نه به نشین کنار جوی. امام زمان یبن الحسن بسان مرغکی بالش شکسته، به روی خاک غم تنها نشسته. همی گویم که مهدی جان کجایی، بیا تا بار عمرم را نبسته. میگردمت من شهر به شهر، می جویمت من کو به کو، شاید تو را پیدا کنم. ای یادگار فاطمه، سوزیم و از مهرت همه، ای صاحب و مولای من. دیوانه رویت منم، مستانه بویت منم. مهدی جان پروانه کویت منم، تا مهر تو آموختم. الحمدلله تا مهر تو آموختم، سر تا به پا من سوختم. ای یادگار بوالحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. اللهم ارنا الطلعه الرشیده والقره الحمیده واجعلنا من انصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه. بقصد فرج و سلامتی حضرت حجت
ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام قرار صلوات بر همت بفرمون. هم شب قدر است و تقدیرات الهی و هم شب شهادت مظلومانه امیر مؤمنان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام. این مصیبت عظما و داغ چانکاه به پیشگاه ولی زمان حضرت مهدی علیه السلام، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض تسلیت و تعزیت داریم. خداوند همه ما را از بهترین رهروان و پیروان اون امام همام علیه السلام قرار بدهد. امشب را بالاخره هر گوینده مبحثی را انتخاب میکنه که تناسب با این شب حزن‌انگیز داشته باشه. در این بیت مرجعیت من به این کلام مولا امیر مؤمنان علیه السلام روی می آورم که مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه در نهج البلاغه بیان فرمودند. برای سلامتی همه علمای ربانی و همچنین حضرت آیت الله العظما آقای حاج صادق شیرازی قرار صلوات مرحمت بفرمایید. در این نامه‌ای که حضرت در واقع به عنوان تقریبا آخرین بیان حضرت هست، تقریبا گسترده ولی به طور اجمال و گلچین چند جمله از این فرمایش نورانی از امیر بیان امیر مؤمنان علیه السلام مستحضر هستید. بلا تشبیه مولا به هر بزرگی کلامشون خب بس بلند و بسیار شیوا و زیبا، ولیکن به عنوان مثال میگن در مثال مناقشه نیست. هر پادشاه و هر بزرگی که میخواد از جایی به جایی یا از این دنیا به عالم بقا رحلت و کوچ کنه، وصایایی داره که از مهمترین توصیه‌هاش را توی اون لحظات پایانی داره ترسیم و تبیین میکنه. این بیانی که امیر مؤمنان علیه السلام برای ابتدای اون فرزندانش و بعد برای تمام پیروانش بیان فرمودن تقریبا حاوی و حاکی حدود 18-19 بند توصیه داره. ابتدا داره اوسی کما توصیه داره به امام حسن و امام حسین علیهم السلام، اون هم به چی؟ اوسی کما به تقوی الله، هر دوتون رو من توصیه میکنم به تقوای الهی. مستحضر هستید خود این بزرگواران نه تنها در تقوا و نه تنها مجسمه تقوا، بلکه در عصمت و نه در عصمت، در عصمت کبرا داشتن زندگی میکردن. این جور بیانات چه در قرآن میبینیم چه در روایات میبینیم، در واقع اینها تلنگر و تذکری به ما. مولای ما امام جعفر صادق صلوات الله علیه فرمودن نقل به معنا بسیاری از این هشدارهایی که در قرآن
نسبت به پیامبر اومده، فرمود از باب به در میزنم دیوار تو بشنو، با امت هست، با مردم هست. این که داره به حسن و حسینش علیهم السلام میفرماید اوصیکما به تقوی الله، به یکایک که ما این توصیه را داره. دیگه فرمود و الله تبغیا الدنیا و این بغت کما، شما هرگز دنبال این دنیا نروید و دنیا را طلب نکنید، ولو دنیا بخواد شما را به آغوش بگیره. حواستون باشه در این دنیای دنیه دنیا به شما سوار نشه، شما بر این دنیا بار باشید، شما بر این دنیا سوار بشید. ندیدید باباتون علی ابن ابی طالب دنیا رو خطاب کرد غری غیری، غیر علی رو بفریبید، ای سفیدها، ای زردها؟ ندیدید مولا امیر مؤمنان علیه السلام که در اون خیمه نشسته بود کفش‌های خودش را پینه می‌زد، عده‌ای اومده بودن اطراف خیمه، ابن عباس دلش به شور افتاد ولی مولا مشغول بود به پینه زدن کفش. مگه مولا امیر مؤمنان هم کفش پینه دار و لباس وسته دار می پوشید؟ بله، خدا روزید کنه حرم شاه نجف و امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیه السلام از نزدیک عرض ادب بکنید. یکی از بندهای سلامی که داریم به مولا السلام علیک یا خاصف النعل، این به هر کی این لقب رو ما الان بخواهیم نسبت بدیم قهرن به بیخ دماغش میخوره. السلام علیک یا خاصف النعل، ولو توجیهاتی کنار این هست ولی به هر حال حضرت داشتن بخیه میزدن، خودشون به دست خودشون گاه میدادن پینه دوز، گاه خودشون. بابای شما اینجوریه، کفش رو داد به ابن عباس، گفت چقدر قیمت داره؟ چی بگم آقا؟ فرمود حالا یه قیمت بگذار. به سن ناره اون موقعی که قیمت گذاشت، حضرت فرمودن این دنیا مقابل چشم من از این تای کفش هم ارزشش پایین تره، مگه احقاق حق کنم؟ مگه ابطال باطل کنم؟ بله این حکومت ارزش داره. اگر انسان باطل رو بگذاره زیر پا، اگر حق رو بیاره بالا، اگر درخت ایمان رو رشد بده، اگر اون بیراهه رو سد بکنه، بله این ارزشمنده. عزیزان من، دنبال دنیا نگردید، ولو دنیا به گرد شما میخواد بچرخه. دیگه من شما رو توصیه میکنم ولا تأسفا على شیء منها زوی عنکما، اگر گوشه ای از این دنیا از شما ستانده شد ننشینید کاسه چه کنم چه کنم بار بگذارید. اصلا دنیا مهری که خدا به اون در قرآن گذاشته کل شیء هالک، همه در مسیر رفتن، همه در مسیر هلاکت هستن. همینطور داره توصیه میکنه آقا امیر المومنین و قولا بالحق، همیشه حق بگید. پیامبر به جناب ابوذر هم فرمود صلی الله علیه و آله قل الحق، حق رو بگو ولو کان مر، ولو تلخ باشه، از حق هرگز جدا نشو. و عملا للعجر، کار میکنی مز برای خدا نه برای دنیا. در ادامه فرمود و کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا، عزیزان من هر دوتون باشید برای ظالم دشمن، ستیزجو، و برای مظلوم مددکار، نصرتش بکنید، حمایتش بکنید. یه نکته از خود آقا امیر مؤمنان علیه السلام براتون عرض میکنم. وقتی عثمان
جناب ابیذر را تبعید کردند به منطقه شامات و اونجا برای امیر المؤمنین علیه السلام جناب ابیذر تبلیغاتی به راه انداختن. معاویه که نامه نوشت به عثمان که این اگر بمونه کل منطقه شامات رو به تشیع وادار میکنه، دستور داد او رو بر یه شتر بدراه سوار و حرکت دادن تا مدینه که اومد این گوشت ران پای جناب ابیذر اینا دیگه ساییده شده بود. مدینه هم که اومد تحمل نداشت، مدینه هم فریاد میکشید به ظلم، به ظالم، کمک میکرد مظلوم و فریاد میکشید بر ظالم و ستمگر. تبعیدش کردن به ربضه. به جز تبعید، غرضم این جمله است، خیلی دردناکه. حتی ابن ابی الحدید هم نگاه بکنید همینها رو نقل کرده که کسی اولا حق نداره با او تکلم بکنه. ای دنیا بشنوید کلام ما را. اونهایی که میگن شما ناسزا و سب میکنید به صحابه جلیل القدر پیامبر، آیا ابیذر جزء صحابه جلیل القدر نبود؟ آیا پای پرونده او را چنین پیامبر مهر بسیار ارزشمند حک نکرده بود که آسمان سایه نینداخته، زمین بر پشت خودش حمل نکرده؟ راستگوتر از جناب ابیذر کسی حق نداره با او تکلم بکنه. به چه جرمی؟ و کسی حق نداره او را مشایعت بکنه. مولا علی، برادرش عقیل، حسنین و عمار همراهی کردن. کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، همراهی کردن. مروان که ترید پیغمبر بود، رونده شده و ملعون دستگاه پیامبر بود، اومد با یه تمتراغ و توپ پری رو کرد به امام حسن مجتبی علیه السلام با این تعبیر: حسن، آیا نشنیدی حکم حکومتی عثمان را که کسی حق نداره؟ اگر نشنیدی بشنو. امیر المؤمنین علیه السلام یه ضربه حواله اش کرد و خورد به مابین دو گوش مرکب او و فرمود: گم شو، خدا تو را به آتش جهنم هدایت بکنه. حمایتش کردن. این فرمایشی که مرحوم سید در باب توجیه کار جناب ابیذر بیان فرمودن، این حمایت از مظلومه. ابوذر، تو برای خدا قیام کردی، امیدوار باش به همون خدا که صاحب کاره. بعد مولا ادامه میده تا میاد جلوتر، یه بار دیگه به حسنینش فرمود: اوسی کما، فرزندانم شما را و همچنین جمیع ولدی، بچه هایم را و همچنین اهلم، خونواده ام را و همچنین کسانی که این نوشته و نامه من به دستش میاد، توصیه دارم به وصایا و سفارشاتی. من جمله فرمود: باز به تقوی الله. چقدر این تقوی اهمیت داره؟ بالا داره میگه، وسط نامه داره میگه، بارها در این خطب و نامه های نهج البلاغه مولا و همچنین در این قرآن، این قرآنی که امشب زیر سایه اون قرار خواهیم گرفت، 38 بار این کلمه اتقوا الله وارد شده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. آیا یه بار بس نبود؟ بارها داره خداوند هشدار میده با ریشه ها و با مشتقات گوناگون. تقوا، تقوا، تقوا. شما را توصیه میکنم به تقوا الله و نظم امرکم، که در کاراتون منظم باشید. بعد حضرت به قرآن، حج خانه خدا، بعد به نماز، ستون دین و همچنین راجع به ایتام، تا
توصیه داره تا میاد جلوتر و جلوتر و حضرت در این نامه ما و مثل ما اهل محبت را حضرت ندا میکنه، حضرت فرا میخوانه، فرمود بر شما باد به تواصل و تبادل با هم باشید، دست حمایت پرتون روی پر همدیگه باشه، به همدیگه کمک، به همدیگه اعانه، فریادرس همدیگه. شما چهار تا شیعه در صدد تخریب همدیگه بر نیایید، همدیگر رو حمایت کنید، کم و کسری های همدیگر رو جبران بکنید. اصلا دستور دادن برید تو خونه های همدیگه، نشستن با همدیگه. به جناب فضیل فرمود یا فضیل تجلسون و تحدثون، با هم می نشینید حدیث بکنید؟ قال نعم بله. فرمود من این گونه مجالس رو دوست دارم، خدا رحمت بکنه هر که امر ما رو زنده بگردانه. معلوم میشه این نشستن ها و این گفتگوها و این رد و بدل شدن کلام اهل بیت، آیات وحی، اینا مایه خوشنودی اهل بیت. من شما را توصیه میکنم علیکم به تواصل و تبادل، از اون طرف شما را نهی میکنم از اینی که از همدیگه متفرق بشید، برای همدیگه صفحه بگذارید. تا جایی اومد جلو حضرت فرمود من شما را توصیه میکنم ولا تترکو الامر بالمعروف، شما ترک نکنید امر به معروف را و نهی از منکر را. آقا اگر ترک کردیم چی؟ فرمود دو تا پس لرزه داره. یک، فیولی علیکم شرارکم، بدان بر شما مسلط خواهند شد. دو، دعا میکنید، دعاتون از سقف بالا نمیره، مستجاب نمیشه. در این شب ببینید، من نمیخوام به طبل ناامیدی بکوبم، دعا وظیفه است. ادعونی استجب لکم، دعا کنید من دعاتون رو مستجاب میکنم. از دعا مخ العباده، دعا مغز عبادته. دعا چقدر ببینید توصیه شده، ولی چند درصد این ادعیه داره به هدف اجابت میرسه؟ یکی از چیزهایی که در بین امت ما الان رفت رو به خاموشی، امر به معروف و نهی از منکر. آدمی لحظه به لحظه و آن به آن میبینه جامعه دینی داره افت میکنه. امر به معروف رکن رکین اسلامه، نهی از منکر رکن رکین اسلامه، پایه مهم دین و دیانته. بر همه از باب تا محراب فرمودن هر کی در خور شأن خودش با حفظ شرایط امر به معروف نهی از منکر، اولا آمر به معروف نهی از منکر، ثانیا اگر کسی ما را امر کرد یا اگر کسی ما را نهی کرد، امر به خوبی ها نهی از بدی ها با دیده منت قبول بکنی. صاحب تحف این روایت را از بزرگ مذهب که همشون بزرگ ما بودن، امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده، فرمود کسی که عیبی از من بگیره، این بهترین هدیه، این بهترین برادر منه. احب و اخوانی الی، محبوب ترین برادران من به سوی من، اونیه که من اهدا، اصلا هدیه کنه عیب من را. خیلی عجیب این تعبیر، هدیه کنه عیوب را. اون که از گل پاکتر بوده، لطافت و پاکی و زیبایی گل از این خانواده است، ولی داره به ما میگه عیبتون را گرفتن، اگر امر به معروف کردن نهی از منکر کردن بپذیرید. خدایش رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، عجب یادگاری گذاشتن، ولی این یادگار داره غبار غربت میخوره.
این روایت را نقل داره، شخصی اومد خدمت اشرف موجودات و اشرف کائنات، تاج سر اولیا و انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از برترین دستور و پرفضیلت ترین پایه اسلام سوال کرد. حضرت فرمود الایمان بالله، ایمان به خدا. قال ثم ماذا؟ بعد ایمان؟ قال صله الرحم، رفت و آمد رحمی، اهل محبت، سیاه پوشان. اگر بین خودمون خواهر، برادر، پدر، مادر، اولاد، زن و شوهر ما یه مشکلاتی داریم، حلش کنیم، بگذر. مگه نمیخوای خدا بگذره؟ نمیخونی خدا عفو غفوره؟ فقط برای خدا؟ بله خدا داره هم عفو هم غفوره، صفت خوبیه، خیلی خوبه، داشته باش. بگذر، بگذر تا خدا بگذره. صله رحم، حالا رحم چه همین رحم خانوادگی باشه یا مراد رحم محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام، که شهپرش در واقع همینه. قال ثم ماذا، بعد اون فرمود امر به معروف و نهی از منکر. عکسش رو سوال کرد، عرضه داشت آقا اون که ابغض الاعمال الالله اون چیه؟ فرمود از شرک بالله، شرک به خدا. قال ثم ماذا، بعد اون حضرت فرمود قطیعت الرحم. حالا چه رحم؟ همین رحم های خانوادگی باشه و خاک به سر اون که از رحم پیامبر صلی الله علیه و آله جدا بشه، اون که دیگه بیچارگیه. قال ثم ماذا، فرمود امر به منکر و نهی از معروف. چقدر ببینید این دو پایه عجیبه، چقدر این دو پایه مهمه، امر به معروف و نهی از منکر. در یه روایتی که باز مرحوم کلینی نقل فرموده، وجود نازنین و اقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله به مردم خطاب کرد، فرمود چه حالی خواهید داشت، کیف بکم، چه حالی خواهید داشت اذا فسدت النساء، زنان فاسد، و فسق شبابکم، زنان فاسد، جوونا فاسق، ولم تأمرو بالمعروف ولم تنهو عن المنکر، امر به معروف نهی از منکر تخته، کار تموم. فقیل یا رسول الله یکون و ذالک، اصلا امکان پذیر این اتفاق بیفته؟ قال نعم، نه تنها خواهد شد بلکه و شر من ذالک. اون چیه یا رسول الله؟ حضرتشون فرمودن چه حالی خواهید داشت زمانی که امر بکنید به منکر و نهی بکنید از معروف. قیل یا رسول الله این و اون اتفاق می افته؟ قال بله و شر من ذالک. اون شر از اونا دیگه چیه؟ حضرت فرمودن چه حال خواهید داشت زمانی که اذا رأیتم منکر معروفا و المعروف منکرا. ببینید کاسه کامل برگشته، معروف شده منکر، منکر شده معروف. شب شهادت مولاست، منکر چیه، معروف چیه؟ یه روایت تقطیع بگم، میخوام بریم زیر سایه قرآن، با این قرآن باشیم. امام به حق ناطق، امام جعفر صادق علیه السلام تشریف آوردن عراق، بعد پیاده شدن در حیره، همین اطراف کوفه. ابو حنیفه هم وارد شدن، به خدمت حضرت اومدن، اگرچه قدر ندونستن
استفاده های از حضرت را وقتی خدمت حضرت اومدن سوالاتی داره. یکی از سوالاتی که داره عرضه داشت جوئل تو فداک، قربونت بشم. ابو حنیفه و جوئل تو فداک، نه اینا تعارفات شاه عبدالعظیمیه. شما اگر میخواهید فدای امام صادق بشید از کجراهت برگرد، بیا زانوی ادب بزن، حضرت را به عنوان ششمین امام برحق قبول بکن، بقیه پیشکش. جوئل تو فداک، قربونت بشم. مراد از این معروف چیه که خداوند در قرآن داره امر به معروف؟ قربون تو ای امام جعفر صادق علیه السلام. چقدر زیبا حضرت اوج معروف را، اوج خوبی ها را، اوج زیبایی ها و قله حسنات را بیان کردند. فرمود المعروف اونیه که معروف در آسمونه، اونی که معروف در زمینه، اون که پسندیده تو هفت آسمونه، اون که پسندیده روی کره زمینه. و زاکه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. با ولای علی هر معروفی معروفه، با ولای علی هر خیری خیره، با ولای علی هر خوب و زیبا زیباست. اگر علی گرفته بشه دیگه هیچ خیری خیریت نداره. حالا تا اینجا میشه مماشات کرد. مهم در فقره بعد عرضه داشت باز جوئل تو فداک. فما المنکر، منکر چیه؟ فرمود مراد از منکر اون دو نفری هم که مردم را شروندن بر علیه مولا و مردم را تحریک کردن و حکومت را قاسبانه از مولا گرفتن. پیداست که این دو صیغه تصنیعی که داره میاره، پیداست حضرت کجا را داره میزنه. ریشه منکر در سقیفه بنی ساعده به زمین گذاشته شد. لذا شب 19 به شما اینجور عبارت دادن، نه اینکه امشب را گفتن دیگه ساکت بمونید. نگاه کنید به مفاتیح مرحوم ها، شیخم براتون فارسیش را آورده. در این شبهای قدر فرمود دشمنان حضرت را، دشمنان قسم خورده حضرت را مورد تنفر و مورد نفرت و عذاب الهی را از خدا برای اونها خواستار بشید. شما حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشید، همونجا اینا رو بهتون یاد دادن. واسید فرمود ولو زیر زبون هم دارید از اینا نگذرید. این که اللهم لئن قتلت امیر المؤمنین علیه السلام، قاتل مباشرتن یه نفر بوده و اون ابن ملجم مرادی ملعون بوده، خدا آن به آن عذابش رو مضاعف بکنه، ولی قتله اومده. اونایی که راضی بودن، اونایی که کارپرداز بودن، اونایی که راه را باز کردن، اونایی که شمشیر به دستش دادن، اونایی که سیغل دادن، اونایی که زهر دادن، اللهم لئن قتلت امیر المؤمنین، منکر اینا هستن. امر به معروف عزیز من، نصرت کن مولات را، معروف امیر المؤمنینه. نهی از منکر، هر کی در هر زمان مقابل این خط نورانی اگر قرار گرفت اون منکره. نهی از منکر، اینها سفارشات بسیار بسیار بلند شاه مردان و مولای پرهیزکاران علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب صلوات الله علیه. مانند شب 19 آمد خانه دختر، سفره کشیدن، قدری نون گذاشتن. آی روزه داران، دو تا قرص نان گذاشتی،
یه قدری نمک گذاشته، یه کاسه شیر گذاشته، یه نگاه به سفره و یه نگاه به دختر. دخترم بنیه، تا به حال کی دیدی بابات از دو نوع خورش استفاده کنه؟ علی جان کدام خورشت؟ دختر شاگرد همین کلاس بود، شیر را برداشت، دو سه لقمه حضرت نون نمک خوردن. اینا لاف نیست، نعوذ بالله گزافه نیست. فرمود میخواهم شکمم سبک باشه. هی از حجره میرفت بیرون، باز میگشت، انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. دل دختر به اضطراب اومد، بابا این چه حالی در شما دارم تماشا میکنم، همون شبیه که جدت به من خبر داده. مرغابی های خانه به صدا اومدن، التماس کردن، قلاب در به التماس افتاد، فرزند ارشدش امام حسن مجتبی علیه السلام اومد. آقا فرمود تو را به حقی که به گردنت دارم برگرد. حضرت به مسجد اومدن، خفتگان را با اذان بیدار کردن، حتی یه سر پا به ابن ملجم مرادی حتی نصیحت کرد، فرمود اینجور خوابیدن خواب شیطانیه، این خواب خواب رحمانیه، برخیز به اون چی اومدی نزدیک شده. حضرت به محراب ایستادن، به نماز ایستاد، شمشیر ابن ملجم فرود آمد، جبریل ندا داد مردم، قتل علی المرتضى قتله اشقى الاشقیا. مردم پایه های ایمان و هدایت در هم گسیخت، عروت الوثقای دین از هم در رفت، مردم علی شیر خدا را کشتند. ام کلثوم امام حسن علیه السلام شنیدن، می گفتن وا محمدا وا علیا. امام حسن دوان دوان به مسجد، ام کلثوم جامه گریبان چاک زد، سیلی به صورت نواختن. آقا امام حسن اومد مسجد، ای کاش مرده بودم پدر جان، این صحنه را تماشا نمی کردم. آقا امام حسن به امر بابا به نماز ایستادن، قربون تو یا علی مولا را با این حالت بردن به خانه. اسبق میگه اومدم تماشای آقا، چنان دیدم صورت حضرت به زردی گراییده که بین صورت و دستمال زردی که به پیشانی و تارک حضرت بسته بودن دیگه نمیتونستم فرقی قائل بشم. دیگه کم کمک مانند این ساعات داره حضرت میره نزد فاطمهش، میره نزد محسنش که سی بهار گذشت و نه فاطمهش را دید نه غنچه پرپرش را دید. حسنم من رفتم، تو من را غسل بده، حسنم تو من را تکفین، با کافور بهشتی مرا تجهیز، حسنم پشت جنازه را تو به حسینت بگیرید، جلو جنازه خود به خود یعنی به دو ملک حرکت خواهد کرد، قربون اون جنازه ای که از جلو دو فرشته مقرب، از پشت سر دو امام، بچه ها از پشت سر دارن زجه میزنن، بردن بدنش را تا جایی که دو قبر دو حجت خدا، دو پیغمبر خدا اونجا مدفون هستن، قبری که آماده و پرداخته. عزیزان حضرت آیت الله العظمى حاج آقای شیرازی، دو تا بدن معصومین ما را شب برداشتن، بدن زهرای ما را شب بردن، بدن مولای ما را شب بردن. خدایا علی را کجا میبرن؟ امشب فاطمه زهرا مهمان داره، محسن شیش ماه امشب دیدار با پدر داره. خدایا علی را کجا میبرن؟
در این نیمه شب چرا میبرن؟ برون شد ز خانه چو زهرا شبانه، غریبم علی، غریبم علی. آخ برون شد ز جسم علی تیر غم، کفن شد به دست حسین و حسن. چه شد این دل شب به عباس و زینب؟ غریبم علی، غریبم علی. شب زیارتی مولا الکونین ابی عبدالله الحسین، میگم یا امیر المؤمنین، خودت خواستی بدنت را شبانه بردارن، لذا این بدن چند ساعت بیش روی زمین باقی نمان، اما من بمیرم به حسینت کربلا، کربلایا. سه شبان روز بدن چاک چاک مولا ابی عبدالله روی زمین کربلا، یا امام زین العابدین آمد این پاره پاره بدن را به یه قطعه بوریا به خاک گذاش، رسم بند کفن باز میکنن، جملاتی به گوش میت میگن، من بمیرم باباش نه کفن داره نه سر در بدن داره، نمیدانم با چه حالی خاک ریخ روی این بدن، اما اینقدر میدونم با انگوش روی قبرش نوش این قبر حسینیست کربلایی ها، که با لب تشنه سر از قفایش جدایم، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر حسین تشن لب عزیز مصطفی نبود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. آماده می شویم تا برویم زیر سایه قرآن کلام وحی، انشالله تا یه مفاتی هم به ما و قرآنی هم بیاورن که انشالله بتوانیم بهترین ها را امشب از خداوند رحمان تقاضا کنیم. ای خدای مهربان، ای خدای منان، شب قدر است، خودت ما را فرا خواندی، خودت ما را دعوت به دعا فرمودی، تنها خواسته ما امشب فرج موفور و سرور امام زمان به این تارک شکافته مولا و محاسن غرق به خونش، امشب را شب فرج آقامون امام زمان علیه الصلاه و السلام قرار بده. بار الها تو را سوگند به آقا امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام، قدم های این جمع به کربلای معلا برسان. خوب با اجازه مرجع عالی قدر که انشالله مخصوصا در اواخر شب ما را هم دعا کنند و از دعای خیر این بزرگوار ما محروم نمانیم، همه به طرف قبله خانه خدا، قرآن ها مقابل دیدگان، استغفر الله ربی و اتوب الیه. اللهم انی اسالک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار.
هوایجتون رو از خداوند بخواهید. امام زمان را از یاد مبرید. بیمارانتون را دعا کنید. حاجتمندان، تهی دستان دعا کنید. رفتگان، گذشتگان دعا کنید. قرآن ها بالای سر، اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فیه و به حقك علیهم فلا احد اعرف به حقك من. ده مرتبه بک یا الله، 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 بک یا الله. الهی به محمد، 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 به محمد صلی الله علیه و آله. الهی به علی، 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 به علی علیه السلام. الهی به فاطمه، 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 به فاطمه علیه السلام. الهی بالحسن، 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 بالحسن علیه السلام. الهی بالحسین، 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 بالحسین علیه السلام. الهی به علی ابن الحسین، 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 به علی ابن الحسین علیهما السلام. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیهما السلام. الهی به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد علیهما السلام. الهی
به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر علیهم السلام. الهی به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی علیهم السلام. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیهم السلام. الهی به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد علیهم السلام. الهی بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیهم السلام. الهی 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 بالحجت 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 علیه السلام. چرا دوری ز تو تقدیر ما شد مهدی جان، عجب دردی گریبان گیر ما شد، تو غایب نیستی مهجور ماییم، دریغا علتش تقصیر ما شد. آقا جون شبی با من بیا و هم قضا شو، امیرا هم نشین این گدا شو، اگر راضی نمی باشی تو از من، به جان مادرم از من رضا شو. یه ربای دیگه و داد کنم، امیری جز تو در عالم ندارم، کسی را مثل تو همدم ندارم، از اون روزی که رفتی از بر من، خدا داند دل خرم ندارم. یا صاحب زمان الغوثال، شب قدر همه صداش کنی، یا صاحب زمان الغوثال،
یا صاحب الزمان القوم. خدا خدا به تارک غرق به خون و شکافته مولا، به پهلوی شکسته زهرا، به خون گلوی آقا ابی عبدالله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه. به محاسن غرق به خون مولا فرج مولای ما برسان، چشمانمون به جمال عدیم المثالش روشن بگردان، ما را مشمول دعای امشب و هر شب آقامون قرار بده، لباس زیبای فرج به قد و قامت رعنایش از سایه بپوشا، پرچم پر عطر و نورش از سایه باز بگردان، با فرجش دل مادر شیعیان شاد بگردان، منتقم مدینه و کربلا برسان، ما را از بهترین اعوان و انصار آقامون قرار بده، بیمارانمون شفا بده، رفتگانمون غریق رحمت فرما، بهترین ها را برای ما امشب تقدیر فرما، قدم ها بین الحرمین برسان. خدایا گذشتگان قدیمن جدیدن از این جمع، از این بیت شریف، خصوص والدینشون مرحوم آیت الله عظما آقای سید محمد شیرازی و عزیزانش، از سایه کنار سفره مولا امیر مؤمنان میهمان بگردان، علمای ربانی خصوص مرجع عالی قدر در پناه مولایمون امام زمان مسون و محفوظ بدار، بار الها کریمه اهل بیت فاطمه معصومه از ما راضی خوشنود بدار، دنیا از زیارتشون، آخرت از شفاعتشون، ما را محروم مفرما. به نبی و آله الفاتحه مع السلام. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختك العقيلة زينب سلام الله عليها ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا السلطان أبا الحسن، السلام عليك وعلى أبائك السبعة وأبنائك الأربعة، رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان الأمان من فتن آخر الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر من عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. هدي بعمات الشيعي أمير المؤمنين عليه السلام، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى